سلام علی هاشمی هستم به کلاس من بی نهایت خوش اومدید به سومین قسمت از مبحث حل معادلات به روایتی زیباتر بی نهایت بی نهایت خوش اومدید سال اول گفته نقطه آب مختصات چهار روی محور ایکس ها قرار داره پس نقطه آی من مختصات چی میشه با توجه به اینکه روی محور x ایکس هاست ایکسش برابر خواهد بود با چهار اما مقدار ایگرگش برابر میشه با صف چون محور ایکس ها ایگرگی نداره ادامه ماجرا نقطه B به عرض منهای دو پس نقطه B با توجه به اینکه منهای دو هست و روی محور ایگرگ ها ایگرگ می شود منهای دو و مقدار X برابر با صرف چون روی محور ایگرگ ها ما هیچ ایکسی نداریم حالا چی می خواهی تر را؟ معادله خطی که از وسط آبه گذشته و بر آن عمود باشد دقیقا مشابه ویدیو قبلی آخرین سالی که با هم دیگه حل کردیم هست میخوام وسطش رو حساب کنم در ضمن شیبه خطش رو حساب کنم عکس و قرینه کنم تا بتونم معادل خط به دست بیارم اول بریم سراغ وسطش ایکس ام برابر خواهد بود با جمع دو تا x تقسیم بر دو که می شود دو با توجه به اینکه یه دونه از x هامون بود چهار و اون ایکس دیگه بود دو ایگرگ m که نقطه وسط خواهد بود دوباره می شود جمع دو تا y ها تقسیم بر دو که این هم میشه منهای یک با توجه به این اینکه y منهای دو بود وسط دو تا عبارت من شد منهای دو نقطه ام محاسبه شد نقطه ام برابر خواهد بود با دو و منهای یک من تونستم نقطه ام رو به دست بیارم حالا م... وقت اینه که برم شیبه خط تا بنویسم شیب خط بود اختلاف ایگرگ ها در صورت و اختلاف ایکس ها در مخرج پس منهای دو منهای صفر در صورت صفر منهای چار در مخرج شیب خط من شده یه چارو تراه در صورت سوال گفته معادله خطی که من میخوام تو بنویسی بر این قرار عمود باشه وقتی میخواد بر این عمود باشه پس شیبش باید بشود عکس و قرینه عکس و قرینه یک دوم برابر میشه با منهای دو پس شیب مد نظرم هست منهای دو نقطه x و y -X که میخوام معادله براش بنویسم و دارم مقدار امی که حساب کردم در زم شیب خط هم موجوده فقط کافی معادله بنویسم y منهای y m برابر است با m در x منهای x -M. یه جایگزینی ساده ایگرگ برابر میشه با منهای دو ایکس به علاوه سه کل نکات مهم سوال بچه تو قسمت اول مخفی شده بود معادله خطی که از وسط آبه بگذره و بر اون هم عمود باشه فقط همین دوتا کلیت های سواله وقتی میخواد از وسط بگذره پس با مختصات وسط حساب کنم و چون میگه عمود باشه شیب خط رو به دست بیارم و عکس و قرینه کنم تا رابطه عمود بودن مقرار باشه و همون سال بعدی گفته اگر a باشه 3 و 5 b باشه منهای 2 و 1 c هم باشه 1 و منهای 1 رأس های مثلث abc معادله میانه bm برابر با چه خواهد بود اول ما نقطه M رو به دست بیاریم معادله میانه bm پس قطعا نقطه m وسط a و c خواهد بود چون مثلث داریم دیگه وسط a و c رو باید به دست بیاریم x m می شود ایکس a به علاوه x c تقسیم برای دو یعنی دو و y m هم برابر خواهد بود با y a به علاوه y سی تقسیم برای دو که برابر میشه با دو پس مختصات m محاسبه شد حالا میخوام معادله خط بنویسم معادله چه خطی معادله خط b m برای نوشتن معادله خط بی ام احتیاج دارم به شیب خط شیب خط تو چطوری باید حساب کنم شیب خط فرمولش بود دلتای ایگرگ به دلتای x. پس اختلاف ایگرگ ها در صورت و اختلاف x ها در مخرج جواب صحیح من خواهد بود برای شیب خط حسابش کنم بی ام برابر است با اختلاف ایگرگ ها صورت و اختلاف x ها مخرج یعنی دو منهای یک در صورت و دو منهای منهای دو در مخرج که شیب برابر است با یک چهارم حالا که من شیب خطو دارم خط دارم به راحتی میتونم معادل خط بنویسم برای معادل خطم میتونم از نقطه B استفاده کنم میتونم از نقطه M استفاده کنم هر کدوم که تو باهاش راحت تری استفاده کن تا جوابتو بتونی حساب کنی معادل خط فرمولش بود y منهای y یک برابر است با m در x منهای x یک پس y منهای دو می شود یک چهارمی که حساب کرده بودیم در x منهای دو من از نقطه دو و دو استفاده کردم مثلا نقطه که به دست آورده بودیم برای ام پس معادل خط من می شود یک چهارم x به علاوه سه دوم یه بار دیگه یه مرور خیلی سریع با هم دیگه داشته باشیم گفته معادله بی ام رو بگو برای معادله بی ام اول باید نقطه ای ام رو به دست بیارم که میشه وسط ای و سی وقتی تونستم نقطه ای ام رو به دست بیارم شیب خط ام تا بی رو می و بعد معادله خط به راحتی حساب میشه و اما سوال خوشکل شما گفته معادله ارتفاع بی هاش بفهمید برابر با چی میشه با توجه به سوالی که من حل کردم فقط کافیه گزینه صحیح در قسمت ثبت نظرات بنویسید تا بتونیم با هم دیگه در تماس باشیم بی نهایت سپاسگزارم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم براتون مفید بوده باشه خدا نگهدار